سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت همراه ما هستند. سلام، شبتون بخیر. آقای جاوید، با توجه به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان، به نظر شما چه اقداماتی باید توسط جامعه جهانی و کشورهای اسلامی انجام شود تا از افزایش بحران جلوگیری شود؟ با سلام خدمت شما و همچنین خدمت تمام بینندگان شما از طریق این تلویزیون. خب من فکر می‌کنم بحران اقتصادی در افغانستان همیشه دامنگیر مردم افغانستان بوده و این مشکلات مشکلی جدید نیست. خوشبختانه در دوران جمهوریت یک مقدار مشکلات مردم حل بود و یک مقدار کار چیزایی برای مردم پیدا می‌شد. با آمدن نظام اماراتی در افغانستان تمام کاربار و سکتور خصوصی همه بسته شده و تقریبا هیچ از نظام اقتصادی در افغانستان فعال نیست. همچنین که شاید در جریان باشین، در افغانستان ما مشکلات اقلیمی داریم که باعث بی‌جا شدگی و همچنین بحران اقتصادی شده و خودی عدم فعال بودن سکتورهای خصوصی و هم باعث مشکلات اقتصادی شده و کلانترین مشکل نبودی یک نظام که پاسخگو برای مردم افغانستان، پاسخگو برای اقتصاد و همچنین تعهدات افغانستان باشه نبوده. و ما اگر بخوایم که این مشکل حل بکنیم، باید روی این سه موضوع تمرکز شد. من فکرم چیزی که اول باید بهش توجه بکنم موضوع ایجاد یک حکومت همگیر همشمول است که تمام گروه های اجتماعی و مذهبی در حکومت شریک باشد تا بتوان مثلا در افغانستان یک نظام درست به وجود بیاید. موضوع دوم که بزرگترین موضوع و مهمترین موضوع است، بحران اقتصادی کشور است که با رفتن جمهوریت تقریبا همه سیستما غیر فعال شده و فعلا مردم افغانستان در شرایط بد بحران اقتصادی قرار داره. ما پیشنهاد می است و لازم میبینیم که تمام سازمان های بین المللی که در خصوص حمایت های بشری برای مردم افغانستان کمک میکنن، خصوصا در قسمت مبارزه با رفع امنیت غذایی، حمایت از مردم و معیشت و برنامه های بدیل به خاطر توسعه اقتصادی باید فعال باشه. ما به چیزی که شما سوال کردید، از کشورهای اسلامی زیاد توقع نداریم، به خاطر که اینا هرگز اینا برای افغانستان مسائل بشری کمک نکرده، ولی کشورهای غربی اکثرا در افغانستان کمک کرده و سیستم های منظمی به خاطر حمایت از مردم داره. و من پیشنهاد میست که از طریق سازمان های مللی برنامه های منظم به اساس کانتکست یا به اساس وضعیت مردم، وضعیت نظام در افغانستان ایجاد شود تا بتونه برای مردم حمایت بکنه و همچنین برنامه های ایجاد شود تا با مسائلی یا بحرانی که اقلیم به وجود با اونها مبارزه شود. یعنی در مجموع نظر من ایست که ما از یک طرف باید مثلا زمینه های قدرتمند شدن مردم و اقتصاد را باید فراهم بسازیم، از یک طرف دیگه باید برای اینا کمک های عاجل بشری فرستاده شود. بنابراین پیام و خواهش ما از جامعه جهانی است که مردم افغانستان را فراموش نکنند و هرچی میتونن به شکل شفاف و درست کمک ها را طوری برای مردم افغانستان برسانند که مستقیم مردم از کمک ها مستفید شوند. بله، سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، ممنون از حضورتون در این برنامه.